بمبگذاری در اسلو و حمله مسلحانه به اردوی حزب حاکم برای نوجوانان خونین ترین رویداد در نروژ از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون به شمار می رود. نیروهای نجات همچنان به دنبال اجساد افرادی می گردند که در اردوگاه تابستانی حضور داشتند و برای نجات خود به دریا پناه بردند و اکنون اثری از آنها نیست. برخی از نجات یافتگان این اردوگاه تابستانی از مشاهدات خود می گویند. مردی را دیدم که لباس پلیس به تن داشت و ناگهان شروع به تیراندازی به سمت افرادی کرد که در اطرافش بودند. او کیفی با خود حمل می‌کرد که تعداد زیادی اسلحه و مهمات در آن بود. بعد از آن تعداد زیادی را دیدم که مجروح شده بودند. هنوز شوکه هستم و نمی‌توانم همه چیز را خوب به خاطر بیاورم. فقط می‌توانم بگویم افراد زیادی بودند که نیاز به کمک داشتند ولی من نمی‌توانستم کاری برای آنها انجام دهم. او آمد و به همه افرادی که در اردوگاه بودند گفت در یک جا جمع شوند. مردم ترسیدند و برای نجات خود فرار کردند. او نیز شروع به تیراندازی به سمت آنها کرد. او به همه تیراندازی می کرد و اصلا فکر نمی کرد. فقط تیراندازی می کرد.